متال توکسیسیتی ها دارم ادامهش رو میخونم، ویدیو دومشه. خب ادامه میدیم. Environmental exposure. Exposure of natural origin. آرسنیکی که در درینکینگ واتره و مرکوری که در کجاست؟ اتمسفره، به خاطر مثلا ولکانو. Exposure of anthropogenic origin. یعنی با منشأ تکاملی. مثلا اوری ماینینگ یا متالورگی با کادمیوم، که کادمیوم باعث بیماری ایتای دیزیز میشه. اوری ماینینگ یعنی چی؟ اوری یعنی معدن، ماین یعنی معدنچی، اوری ماینینگ یعنی اونایی که تو معدن کار میکنن. کول کمبوشن به خاطر پاور پلنت، شاید اون پلنت آرسنیک و کادمیوم داشته، بعد حالا ما میسوزونیم آرسنیک و کادمیوم وارد میشه. گازولین کمبوشن، لید این دی گرینلند آیس، مثلا سرب در گرینلند آیس باعث چی شده؟ توکسیکیشن شده. مثال داره میزن. مکانیزم آف توکسیسیتی آف متال آیون، کمیکال ریاکتیویتی، مکانیزم توکسیسیتی یونای فلزی. کووالنت باند میشن. بعض وقتا متال ها چی میشن؟ به چی؟ به تیول گروپ آف پروتئین. چه پروتئین های تیول گروپ دارن؟ انزایم ها، ترانس پورتر ها، سیگنال ترانس دیوسینگ ان استراکچرال پروتئین ها، اینهیبیتوری افکت ایجاد میکنن. اگر کووالنت باند بشن متال به تیول گروپ، باعث چی میشه؟ اینهیبیتوری افکت. اوکی. Soft and intermediate electrophile can act this way. Electrophile یعنی انجام دیگه. نگاه کن صفحه 9. Soft and intermediate electrophile ها اینجوری عمل میکنن، یعنی مواد الکتروفیل بانده کووالنسی میدن. بعض وقتا متال ها آیونیک باند میشن. گفته آنیونیک گروپ این ده بایومولکول وجود داره. چه آنیونیک گروپ هایی؟ کربوکسیلات، ببینی، فوسفات، هیدروکساید. میمیکینگ اور اینهیبیتینگ دی افکت اف فیزیولوژیکال متال آیون. میمیکینگ یعنی یا تقلید میکنه یا مهار میکنه اثر یونای فلزی رو به صورت فیزیولوژیکالی. هارد اند اینترمدیت الکتروفیل ها اینجوری عمل میکنن. الکتروفیل های چی؟ سخت یونی باند میشن. الکتروفیل های سافت کووالنت باند میشن. کاتالایزینگ دی فنتون ریاکشن. گاهی اوقات متال ها کاتالایز میکنن فنتون ریاکشن رو. That reductive homolytic cleavage of hydrogen peroxide by passing an electron. و عبور دادن چی؟ یک الکترون. گفته hydroxyl radical formation reduced ion of transition metal can act this way. Reduced ion ها از transition metal ها، فلزات واسطه، اینجوری عمل میکنه مثل آهن. The basis of covalent or ionic bonding of metal ion. The metal ion poses positive charge. Metal ion باره چی داره؟ مثبت. در نتیجه الکتروفیله، باره منفی رو دوست داره. Therefore they have affinity for electron rich یا همون نوکلئوفیلیك اتم of بایومولکول. در بایومولکول اتم نوکلئوفیل، اتم هسته دوست وجود داره، اتمی که باره مثبت فلزو دوست داره. و خودش الکترون ریچه، خودش پر باره منفیه. The reactivity of electrophilic and nucleophilic atoms are not alike due to the size and polarizability of their electron cloud. الکترون کلود یعنی ابر الکترونی. ابر الکترونی به خاطر ایجاد سایز مختلف و پولارایزبیلیتی، قطبش پذیری مختلف، اوکی، ریاکتیویتی، واکنش الکتروفیل و نوکلئوفیل اتمای چی داره؟ مختلف داره، اوکی. حالا الکتروفیل نام برده، الکتروفیل های سافت و هارد. می‌بینی؟ هارد گفتیم که کووالنت، هارد یونی سافت کووالنت، اوکی. اینترمدیت هم که جفتش میتونه باشه. حالا سافت گفته الکترون کلود لارج میده، ولی هارد رو نگاه کن، الکترون کلود اسمال میده. سافت الکترون کلود پولاریزبیلیتیش های، هارد الکترون کلود پولاریزبیلیتیش لو، یعنی سافت برعکس هم دیگه. حالا الکتروفیلمون مرکوری 2، کادمیوم 2 و سیلور 1، اینا سافتن، هر سه تا فلز واسطن. ببینی؟ نوکلئوفیل میتونن باند بشن با تیول یا متیل تیول.
اوکی با تیول یا متیل سولفاید. باند نوع باندش رو نوشته کووالنت، می‌بینی؟ حالا هاردا رو نگاه کن، گفته تالیوم مثبت، لیتیوم مثبت، باریوم دوباره مثبت، استرانسیوم دوباره مثبت، بریلیوم دوباره مثبت، کرومیوم سه بار مثبت. اینا با کربوکسیلات، فسفات و هیدروکسید آیون باند میشن. چه نوع باندی میدن یونی؟ می‌بینی؟ مثلا باریوم فسفات، باریوم هیدروکساید. اینقدر داره موام میریزه قشنگ، در عرض 3-4 روز موهای من نصف شده، همینجا داره میریزه. اینترمدیت، اینترمدیت الکترون کلودش هم اینترمدیته، الکترون کلود پولاریزابیلیتیش هم اینترمدیته، مثل آرسنیک 3 لید 2. دقت کن آرسنیک و لید توی پی بلوکن، می‌بینی؟ الان سافتا دی بلوکن و هاردا اس بلوکن. حتی کروم چیزه دی بلوکه، ولی لیتیوم، باریوم، استرانسیوم، بریلیوم همه اس بلوکن، گروه 1 و 2. چی اس بلوک؟ اس بلوک گروه 1 و 2. دی بلوک فلزات واسطه، هم پی بلوک هم که نان متالان دیگه، متالویدا. خب همین دیگه. الان نگاه کن سا لید الان چی هم جزه گروه پی هم دیگه، پی بلوک هم گروه 5 و 6. خب یه بار دیگه ریویو کن، اول سافت بعد اینترمدیت بعد هارد، درسته؟ سافت الکترون کلودش برعکس اسمش که اس داره، الکترون کلودش لارجه، پولاریزابیلیتیش هم زیاده چون فلزه واسطه است، اوربیتال دی زیاد داره، اون وقت پولاریزابیلیتیش زیاده. اینترمدیت که هر دو اینترمدیتن، هارد الکترون کلودش کوچیکه چون گروه 1 و 2، الکترون کلود پولاریزابیلیتیش هم کمه. چرا؟ چون اوربیتال دی کمتر داره و باند یونی کمتر داره، باند کووالنس، باند یونی میده، ولی اونایی که الکترون پولاریزابیلیتیشون زیاده باند کووالنسی میدن به اوربیتال دی شون. حالا persons hard and soft acid and base HSAB principle. HSAB principle چیه؟ گفته soft electrophile with soft nucleophile واکنش میده. حالا الکتروفیل اون کسی که الکترون رو دوست داره. ببین اسید باز لوئیس رو تعریف کن، اسید لوئیس باز لوئیس نه که الکترون پیرو میده، مثل انهایسه. باز لوئیس نه که اسید لوئیس اونه که الکترون پیرو دریافت میکنه، اوربیتال خالی داره، مثل بی اف سه که بعد پیوند داتیو میداد، درسته؟ حالا میگه سافت نوکلئوفیل بیسه. نوکلئوفیل کسی که بار منفی داره، کسی که الکترون پیر داره و میتونه الکترون پیرشو دونیت کنه. چون الکترون بار منفی داره نوکلئوفیل هست، مثبت دوسته، درسته؟ اون وقت بیسه. و سافت الکتروفیل مثل کادمیوم، مرکوری 2، سیلور 1 الکتروفیله، بار مثبت داره، اسیده، چون میتونه الکترون پیر رو اکسپت کنه. هارد الکتروفیل، بگو هارد الکتروفیل اسیده ویت هارد نوکلئوفیل واکنش میده، پرفکت تو ریاکت، سافت تو سافت، هارد تو هارد، درسته؟ اونجا رو یه بار دیگه بخون، گفته پیرسون، پیرسونز هارد اند سافت اسید اند بیس، هارد و سافت، اسید و بیس. ببینید به ترتیب سافت الکتروفیل with soft nucleophile، hard electrophile with hard nucleophile، برعکس هم دیگه. حالا یه توی جدول بگم soft با soft، hard خب ادامه بده. soft electrophile metal ion can form covalent bond with thiol group of the protein. چون الان بالا رو نگاه کن گفت thiol و methyl thiol، درسته؟ پس میگه که سافتا با تیول و متیل پرینه کیا پروتئین ها، کیا کدوم پروتئین ها؟ انزایم ها، ترانسپورتر ها، سیگنال ترانس دیوسینگ ها و استراکچرال پروتئین ها. بعد گفته که پروتئین اینکتیویتد، حالا پروتئین ها چی میشن؟ اینکتیو میشن، اون وقت سل دمیج میبینه، درسته؟ درسته. گفته مرکوری 2، متیل مرکوری، کادمیوم 2 و سیلور مثبت سافت الکتروفیلن. یه بار دیگه بگو فلزات واسطه هم، درسته؟ خب ادامه بدیم. هارد الکتروفیل الکتروفیلیک متال آیون کن فرم آیونیک باند ویت کربوکسیلات فوسفات هیدروکساید آف بایو مولکول، فور اگزمبل آیون چنل.
کیا؟ آیون چنل. آیون چنل یه سر کربوکسیلی داره دیگه، انترمینوس و سی ترمینوس. They mimic or inhibit the effect and fate of physiological metal ion. کلسیوم دوباره مثبت هارده، چرا؟ چون گروه یک بود، درسته؟ میمیک میکنه اثر استرانسیوم و بریلیوم. چجوری؟ 10 تا کلسیوم، 6 تا فسفات، 2 تا هیدروکساید، همون کلسیوم آپاتایت دیگه، درسته؟ ساختار استخونه. حالا استرانسیوم دوباره مثبت میاد، داره با این اثرش میمیک میکنه، گفته بتا رادییتینگ استرانسیوم 90 بار مثبت با هالف لایف 28 سال. نمیفهمم. بعد باریوم گفته کلسیوم ای تی پی ایز رو اینهیبیت میکنه، بریلیوم ای تی پی ایز اینستد آف مگنزیوم ای تی پی ها، و بریلیوم ای تی پی میده. یادت نقش مگنزیوم چی بود؟ آتپیا بغل میکرد بارای منفی آتپه رو، مگنزیوم با بارای منفی آتپه باند یونی میداد، درسته؟ بغلش رو میگم گفتم مگنزیوم مامانشه. حالا بریلیوم میاد با آتپه باند میشه، وقتی که ولش نمیکنه چون داره باند یونی میده، مگنزیوم فقط یه اینتراکشن داشت، حالا بریلیوم داره این توکسیکه میشه، میبینی؟ پتاسیم میمیکینگ باریوم، پتاسیم چنل بلاک، در نتیجه پتاسیم ایفلاکس اینهیبیشن. تالیوم سلولار آپتیک، سدیم پتاسیم ای تی پی ایز. بعد گفته که میتوکوندریال آپتیک، میتوکوندریال پتاسیم چنل توکسیسیتی، رنال سیکریشن، پتاسیم چنل کول داکت و کولون سیکریشن پتاسیم چنل. چی بگم الان نمیفهمم اینا رو. سه مدل میمکینگ گفته، کلسیوم، پتاسیم و سدیم. بعد گفته لیتیوم پس ترو د ولتاژ گیت سدیم چنل د سدیم پتاسیم ای تی پی ایز، هاور داز نات اکسپورت ایت د پولاریزیشن اکسایتیتوری ساین. یعنی میتونه لیتیوم به جای سدیم بشینه. من باید برم الان تو تکست. این تکستش کجاست؟ وای تکستی وجود نداره. این دیگه تکست نداره، این همینه. ببین اونجا بالا گفته که هارد الکتروفیل ها دی میمیک اور اینهیبیت دی افکت اند دی فیت اف فیزیولوژیکال متال آیون. حالا کیا مثل کلسیوم عمل میکنن؟ کلسیوم میمیک میکنن استرانسیوم دوباره مثبت، بریلیوم دوباره مثبت. کیا پتاسیم میمیک میکنن؟ پتاسیم یه بار مثبت تا تالیوم یه بار مثبت، ولی باریوم دوباره مثبت، ولی اونجا بریلیوم دوباره مثبت با کلسیوم داره میمیک میکنه. بعد سدیم میمیکینگ هم لیتیومه، نمیفهممش، بذارش کنم بعدن دوباره میخوام شاید فهمیدم. اینترمدیت الکتروفیلیک متال آیون ها کنباین ایدر ویت یونیکالی تو کربوکسیلات، فسفات و او اچ گروپ بایو مولکول ها و یا کووالنت با تیول گروپ پروتئین ها و انزایم ها. بعد لید دو رو مثال زد، گفتم لید دو و آرسنیکت پی بلوک. حالا لید دو از هارد الکتروفیل میمیک کلسیوم. حالا اگه به عنوان هارد عمل کنه، چون اینترمدیت تو هارد باشه میتونه صاف، درسته؟ گفته اگه به عنوان هارد باشه میتونه میمیک کنه کلسیوم آیونو. اینکورپوریشن اینتو هیدروکسی آپاتایت، بره داخل هیدروکسی آپاتایت، اون وقت استورد این ده بون سرد میره تو مغز استخون، استورد میشه. ترافل ترو ولتاژ گیتد کلسیوم چنل اینتراسلولار، میاد داخل اینتراسلولار اسپیس. ترافل ترو لیگان گیتد کاتیون چنل پرمیابل فور کلسیوم بیندینگ اند بلاکینگ. استیل کولین نورونال ان تایپ رسپتور، گلوتامات ان ام دی ای تایپ رسپتور، رول این لانگ ترم پوتنشیشن مموری اند لرنینگ. خب برای اگه از لیگان گیتد کاتیون چنل رد بشه
که به کلسیوم هم پرمیبله باعث آسیب ها. ما چند مدل کلسیوم چند داشتیم؟ N تایپ، L تایپ، یادته؟ کلسیوم N تایپ که تو نورونه رو داره بلاکش میکنه و گلوتامات NMDA تایپ رسپتور که نقش در لانگ ترم پتانسییشن برای مموری لرنینگ داره، این NMDA تایپ رسپتور هم داره بلاک میکنه، سورب داره بلاک میکنه. بعد میگه سورب binds to and activate calcium binding protein کالمودولین، بگو کالمودولین یا MLC co-activation، SM contraction یعنی چی؟ اسموس ماسل contraction، لید کولیک، بهش میگن لید کولیک. آفرین، لید باعث کولیک، درده کولیک میشه. چرا؟ چون calcium binding protein رو باند میشه بهش اکتیف میکنه. کالمودولین یادته؟ ماشین مملولی بود برای کلسیوم را مینداخت. بعد پروتئین کیناز سی که یه میتوژن افکته انلارجمنت آف ده لیور، بزرگی لیور را باعث میشه و فیزیولوژیکال پروتئین کیناز سی اکتیویتور کلسیوم و دیاسیل گلیسرول دگه. نان فیزیولوژیکال پروتئین کیناز سی اکتیویتور لید دو فوربول استر فور اگزمپل پی ام ای. فوربول استر فور اگزمپل چی؟ پی ام ای، نمیدونم یعنی چی. لید دو از سافت الکتروفیل بانز کووالنت تو اس اچ گروپ دیو تو ایتس تیول ریاکتیویتی، لید اینهیبیتس گاما آمینو لولینیک اسید دهیدراتاز. لید دو به عنوان سافت الکتروفیل باند میشه به صورت کووالنتی با چی؟ با تیول گروپ. به خاطر تیول ریاکتیویتی لید اینهیبیت میکنه گاما آمینو لولینیک اسید دهیدراتازو. پورفوبیلینوژن. خب اینجا داستان چه قراره؟ آلا یعنی آلانین آمینو ترانسفراز، درسته؟ بیفور لید اکسپوژر اکتیو انزایما نشون داده. الان اینجا وقتی که لید اومده دوتا سر سولفور گرفته به هم دیگه وصل کرده، میبینی؟ و دیگه آنزیم دیگه فعال نیست، این اکتیویتد انزایم. زینک هم میره بیرون. لید اومده این اکتیف کرده آلانین آمینو دهیدراتاز. دقیقا. The reduced ion of transmission of transition metal can catalyze the Fenton reaction by passing an electron ion among others acting this way. آیرون دو، کوپر دو، منگنز دو، نیکل دو، هیدروژن پروکساید. خب آهن دوم شد آهن سه. آنتیدوتش کی بود اگه آهن دو زیاد بشه؟ دفروکسامین. دفروکسامین که میشه خودش فروکسامات، وقتی باند میشه اسمش عوض میشه، میشه فروکسامات. آره میشه فروکسامین. Fenton reaction catalyzed by iron, the reductive homolytic cleavage of hydrogen peroxide to a hydroxide ion and to a hydroxyl radical. حالا hydrogen peroxide source، یادته اونجا سوال پرسید که منبع hydrogen peroxide کجاست؟ منبعش intracellular oxidase مثل ماو، مونوامین اکسیداز، زانتین اکسیداز، آلدو ALDO، آسیل کوآ اکسیداز، میتوکندریال الکترون ترانسپورت چین، اکسیژن رادیکال آنیون، نوتروفیل ماکروفاژ NADPH اکسیداز، اکسیژن رادیکال آنیون، اندوتلیوم واسکولار اسموس ماسل NADPH اکسیداز، NADPH اکسیداز. حالا اکسیژن O2 رادیکال آنیون دو تاش با هم دیگه یه O2 میده، یه پروکساید، نه یه اکساید، O2 نه O2 نه O2 دوباره منفی دومیش، دو تا علامت منفی گذاشته، O2 دوباره منفی به هر O2 یه دونه میرسه میشه اسمش چی؟ پروکساید. گفته که وقت پروکساید با دو تا بار مثبت میشه هیدروژن پروکساید. پس O2 رادیکال آنیون با یه عالمه روش اینجا اون بالا داره تولید میشه از ترانسپورت چین، از نوتروفیل، از NADPH اکسیداز، اوکی؟ دوتاش با هم ترکیب میشه، میشه O2 و پروکساید. پروکساید با پروتون میده هیدروژن پروکساید. The hydroxy radical is extremely reactive. Half-life-ش 10^-7 است. حالا اگه از بین نره تو همون 10^-7 لیپید پروکسیدیشن باعثش میشه، باعث فرگمنتیشن لیپید، باعث ریاکتیو پروداکت رادیکال تولد رادیکال ها و آلدهاید ها میشه، مثل MDA، مثل HNE.
باعث میشه که پروتئین ها کربن، پروتئین قسمت کربنشون کراس لینکینگ ویت آمین و تیول اکسیدیشن و دیسولفاید، بگو تیول اکسیدیشن و چی؟ دیسولفاید. در دی ان ای ادیشن، به صورت ادیشن هش هیدروکسی پورین، میس پیرینگ، بگو میس پیرینگ، موتیشن، هیدروژن اتم ابستراکشن فرام دی اوکسی ریبوز سی 4، فیژن آف فوسفودیستر باند SSB، سینگل استرند بیندینگ پروتئین. پس تو دی ان ای باعث چی میشه؟ اینکه پورین ها روی شماره 8 شون هیدروکسی بگیرن، وقت میسپر میشن، جهش اتفاق میفته. از طرف هیدروژن اتم های دی ان ای ابزورب بکنن دی اکسی ریبوز کربن 4 و اون وقت باند میشن با سینگل استرندد بیندینگ پروتئین، وقت دیگه دچار مشکل میشه بازن یه جورایی. بعد گفته که توکسیک کانسیکوئنس این هیدروکسی رادیکال چیه؟ سل دس با آیرون و منگنز، دی ان ای دمیج، تومور مثلا با نیکل و کروم. پس هیدروکسی رادیکال اکستریملی ریاکتیو، توکسیک کانسیکوئنسش هم مرگ سلولی و آسیب به دی ان ای است. قبوله؟ حالا چرا نوشته اف ای، چرا نوشته ام ان، چرا نیکل، چرا کروم رو نمیدن؟ مثل سل دید آهن و منگنز، دی ان ای دمیج، نیکل و کروم ها. آره. ده متال آیون مودیفای پروتئین، متال آیون مودیفای میکنه پروتئینا، می بیکام نئو آنتیجن، چون آنتیجن جدید باشه. دیس کن اوک فور تایپ اف ایمیونو ریاکشن. حالا این متال آیون میتونه چهار مدل ایمیونو ریاکشن را بندازه. یک، ایمونوگلوبولین ای پروداکشن بایندز تو مسل، که باند میشه با چی؟ مسل ها. آنتیجن آنتیبادی ریاکشن، پروتون و التی ریلیز، آسما فور اگزمپل، کرومیوم، نیکل، کوبالت و پلاتین. ایمونوگلوبولین ام، ایمونوگلوبولین جی پروداکشن، اکتیویشن آف کامپلمنت، سایتولایزیز فور اگزمپل، کروم، پلاتین و بریلیوم. متال وپور اینهالیشن، پونومونایتیس، چی؟ پونومونایتیس. ایمونوگلوبولین جی پروداکشن، گفته آنتیجن آنتیبادی کمپلکس فورمیشن، ایمیونو کمپلکس دپوزیشن اد گلومرولی، نفرایتیس فور اگزمپل مرکوری، مرکوری وپور نفرایتیس. و تایروزین تی ال وای اکتیویشن، اون وقت لیمفوکین ریلیز، ها لیمفوسیت تی، آره لیمفوسیت تی اکتیویشن، لیمفوکین ریلیز، اینفلامیشن، سلولار ایمیونو ریسپانس فور اگزمپل نیکل، کروم، پلاتین و بریلیوم. باعث کانتاکت درماتایتیس. بریلیوم اینهالیشن باعث لانگ گرانولوما دیولپمنت و کوبالت اینهالیشن باعث پولمونری فبروزیز میشه. هارد متال لانگ. هرکلاشن نیکلو. پس یه بار دیگه بگو چه فلزایی باعث آس میشن؟ تو همشون تقریباً هست به جز تو ایمونوگلوبولین جی. چه متالایی باعث آس میشن؟ کروم، نیکل، کوبالت، پلاتین. ببین نینی من آسم داره، خب نینی من که آسم داره اسمش پیتره، بعد کر شده و کوش، کوش نینی من که اسمش پیتره کر شده و آسم داره. بعد برای پنومونایتیز التهاب ریوی گفته کروم، پلاتین و بریلیوم. پنومونایتیز یعنی التهاب ریه به پیتیکر، ریه به پیتیکر یعنی بریلیوم، پلاتین و کروم. اوکی. مرکوری وپور نفرایتیز هم که خب اسمش روشه، میشه چی؟ مرکوری تی بی، میشه چی؟ بعد گفته که کی باعث کانتاکت درماتایتیس میشه دو مرتبه؟ به نینی کر پیتی. خیلی خسته شما مستد چنده واقعا؟ یورو به سه من خاصا خواهم میام. پروتکتیو مکانیزم، خب اینو صفحه 20 که 10 صفحه مهمه دیگه مونده، بعد الان من نمیفهمم دیگه.
اون دیگه الان هرچی میخونم نمیفهمم. خب از این الان فردا میخونیم تا ظهر همش رو تموم میکنیم، با اشکالامو میریم اونجا ازش میپرسیم. باشه؟ باشه؟ خداحافظ.